اصول و مبانی علی رضی الله تعالی عنه در فهم مانی قرآن کریم اینا موارد دارن مستاق دارن من چون وقتمون خیلی اجازه نمیده من مستاقشون رو نمیگم ولی این اصول مبانی که در واقع در اینجا وجود داره همون اصول مبانی هستن که عموم مسلمانان بهش عمل میکنن عمل به ظاهر قرآن کریم علی رضی الله تعالی عنه قرآن رو اونطوری که بود میفهمید این نبود که مثلا تعویل باطلی بکند قرآن رو میگه ان اتینا کلکوسر ما کوسر به تو دادیم میگه که یعنی فاطمه به تو دادیم نمیدونم آب برید برید ببینید چه تفسیری ها میکنند علی رضی الله تعالی اهل اینها نبود حمل مجمل قرآن رو بر مفسر حمل میکرد اگر در جایی مطلبی به صورت اجمالی اومده بود و در جایی از قرآن به صورت مفسر و تفسیر شده اومده بود اون میفهمید آیات مطلق رو بر آیات مقید حمل میکرد اینها بحث های اصولی هستند که مستاق دارن در آیات قرآن کریم که خب ما زیاد بشون نمیپردازیم ولی علی این گونه بود علم علی ابن ابی طالب نسبت به ناسخ و منسوخ بسیار از علم بالایی برخورد بود و علما میگویند اگر کسی علم به ناسخ و منسوخ نداشته باشد به ویژه در احکام شرعی و فقهی حق اظهار نظر ندارد باید این مطالب رو داشته باشد علی رضی الله تعالی عنه به زبان عربی خیلی اهمیت میداد برای اینکه یکی از راه های فهمیدن قرآن کریم زبان عربی است ولی ابن ابی طالب در اوج فصاحت و بلاغت و آشنایی با زبان عربی بود نکته دیگری که علی رضی الله تعالی در مبانی فکری فهم قرآن کریم داشت فهم نسی از قرآن با نسوس دیگر و درست هم همین است ما وقتی که میخوایم یک مطلب رو بفهمیم باید در اون موضوع آیات رو کنار همدیگر بگذاریم تا اینکه بتونیم مطلب درست و فهم درستی از اون آیات داشته باشیم فهم نصوص قرآن کریم با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. علی رضی الله تعالی عنه درباره این آیه قرآن کریم میفرماید و حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا بر نمازها محافظت بکنید و نماز وسطا علی میگفت نماز عصر است استلال میکرد از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه که پیامبر فرمود شغلون عن صلات الوسط صلات الصلات العصر مل الله قبورهم و بيوتهم نارا درباره کفار در یکی از غزوات گفت ما را از نماز عصر یعنی نماز وسطا مشغول کردند خداوند خانه ها و قبر پر از آتش جهنم بکند علی رضی الله تعالی از این ای آیه استدلال میکرد که در واقع مراد از نماز وستا در قرآن کریم نماز عصر است سوال از الفاظ مشکل قرآن کریم ما مواردی داریم در مصنف ابن عبدالرزاق و کتاب های دیگر که علی رضی الله عنه بعضی از الفاظ مشکل قرآن کریم رو از پیامبر میپرسید مثلا یوم الحج الاکبر که در قرآن اومده علی از پیامبر پرسید که این چه روزیه پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمود روز عید قربان هست آشنایی با آداب و رسوم اعراب علی رضی الله تعالی از جایگاه بالایی برخوردار بود فهم و درک قوی و گسترده از قرآن کریم داشت و تفسیر برخی از آیات قرآن کریم هم از علی نقل شده و یک بار دیگه من همینجا تاکید بکنم ممنون متشکرم اتاق فرمان که در واقع علی رضی الله تعالی عنه هیچ موقع در هیچ جا وارد نشده با وجود اینکه بعضی از آیات رو تفسیر کرده و برای ما نقل شده ولی در هیچ جا وارد نشده است که علی رضی الله تعالی عنه آیه ای رو مثلا تفسیر کرده باشد و بگوید هدف از این آیه امامت الهی است پس من میخوام این مطلب رو خدمت شما بینندگان عزیز تاکید بکنم که یک بار دیگه تاکید بکنم که علی با اخوندها ارتباطی ندارد دین علی با دین اخوندها ارتباطی ندارد اون مبانی فکری علی ابن ابی طالب با مبانی فکری آخوندها هیچ ارتباطی ندارد اگر میگید ارتباط دارد این گوی و این میدان شبکه جانی کلمه تریبون آزاد داره تریبونش بازه تلفنش بازه صحبت باز هست بیایید بگید بگید علی فلان جا سیغه کرد بگید علی فلان جا قمه زد چاغو زد لباس سیاه پوشید بگید علی فلان جا گفت من امامت الهی دارم بگید علی فلان جا غیر خدا رو صدا کرد و می گفت یا فلانی مدد یا فلانی مدد به والله علی این کارها رو انجام نداد اگر کسی استدلالی دارد بفرماید و بگوید که علی این کارها رو انجام داد ولی علی رضی الله عنه هرگز این کارها رو انجام نداد